بینندگان عزیز تلویزیون مهاجر، خوشحالم که باری دیگر با یکی از برنامه های نوی تلویزیون مهاجر در خدمت شما قرار دارم. تلویزیون مهاجر ارگان نشرات تصویری شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور می باشد. تلویزیون مهاجر از شهر زیبای بریزبین در استرالیا هر روز شنبه و ساعت 10 شب که مطابق با 4:30 عصر کابل می شود برای یک ساعت از طریق فیسبوک و یوتیوب و دیگر رسانه های مجازی در خدمت بینندگان عزیز قرار دارد. لطف نموده تلویزیون مهاجر را در فیسبوک و یوتیوب لایک نموده و در صفحات خود به اشتراک بگذارید. گرانو لیدنگو، با اوسنی پروگرام که مو دالاند موضوعات راتول کردی، دا اونه مرکی، مصاحبه ها و تبصره های هفته، سم دستی سوله دا افغان ولس بیرنه ارتیا ده. دا پیوستون شورا پباب، در مورد شورای همبستگی افغان های خارج از کشور، روغتیا، صحت، دا قانون برلاسه، حاکمیت قانون او د تاریخ یو پانه صفحه از تاریخ دونه مهم خبرونه اخبار مهم هفته به نام خدا و با عرض سلام بیننده های عزیز تلویزیون مهاجر، امید است از صحتمندی کامل برخوردار بوده باشید. به همین امیدواری گزارشی را که من عبدالخالق خلق از وضعیت بیجوشلگان جنگی و قربانیان افرادی ملکی از جنگ های اخیر قندوز تقدیم حضورتان می نمایم، امید است تا پایان همراهی من کنید. قربانیان اصلی جنگ افرادی ملکی، اینان افرادی هستند که در نتیجه جنگ های اخیر قندوز اعضای بدنشان را از دست دادن. آمدن تا با دریافت کمک 27,000 افغانیگی امراری حیات نمایند. این قربانیان جنگی از طرف های درگیری جنگ می خواهند از طرفات افرادی ملکی جلوگیری نموده و به آتش بس تن بدهند. خونی جوانای ما، خونی تفلک های ما، خونی بیوزن های ما به خاک یکسان شد. دیگه شرم کنن بس از دیگه، اگر دستی زخمی و مرده و دیگه سیمانده شدیم، وطن ما خراب شد، خانه ما خراب شد، مسجد ما خراب شد، مکتب ما خراب شد، دیگه به ما به زندگی و آبرو چی بکار است؟ دیگه بس کنن، دیگه مانده شدیم از دستی دیگه گشنگی و از دستی تلخی و از دستی تیزی، بس کردیم. ایروشان خدا بینه تا به که یکقدر خونی مردم در زمین میریزه. الله دې امن راولي، الله دې بد افغانستان ورخمیږي، الله دې امن راولي، تل دې تل دې الله امن راولي. دولت نه خوشحاله یو، الله دې بس دغه سوال کوو چې طالبان هم زموږ ورونه دي، دولت هم زموږ ورونه دي، الله دې خپل منځ کې جوړ کړي او سوله دې الله پر راولي. مسئولان در حکومت محلی قندوز از تلاش های حکومت در راستای کمک به قربانیان جنگی و بیجاشدگان داخلی سخن گفته می افزایند. تقریبا 315 فامیل است که این دفتر برای ما کمک کردند و امروز رسما ما افتتاح کردیم و انشالله و رحمان برنامه توزیع کمک های رهبری ولایت با جمع مؤسسات ما ادامه داره. بالاتر از 3000 فامیل را ما فعلا سروی کردیم با جمع تیمایی که در این جهه است، همه تیمای ما، ریاست مهاجرین، ریاست حوادث، دفتر اوچا و دفتر تمام مؤسسات داخلی که به سطح ولایت ما کار میکنن، بالاتر از 15 تیم در اینجا فعلا شب و روز تلاش میکنن. شما امروز مستحقین واقعی به این معنی دیدین که زخمای بدنایی که امروز جا داره که از این مؤسسه تشکر بکنم که اکثر کسایی را شما دیدین در تصویر که کلشان زخمی شده بود متاسفانه، اما خوب بود لیستای مطابق هم پروتکل ما که به زخمی ها و به شهید هاست امونا بودن، اینا مستحق هستند. دمی روحید است، واقعا مردم خیلی غریب است، اقتصادشان خراب است. گفته می شود که در جنگ های اخیر قندوز 687 فرد ملکی کشته و زخمی شدند که زنان و اطفال مشمول قربانیان است. ما بالاتر از 500 نفر زخمی داشتیم
که ما سروی های دقیقی که از طرف مقام ولایت صورت گرفت توسط مؤسسات همکار برای 315 فامیل به هر فامیل 27600 افغانی کمک کردیم و متواقی هم فامیلایی که مانده اونا هم در حالت سروی هستند تا ما بتانیم به اونا هم کمک های عاجل از طرف رهبری ولایت ما برشان در دسترسشان قرار بدیم. در همین حال صدها کودکی بجاشته کندوزی خواهان پایان خشونت در این ولایت شدند. کودکان معترض خواهان آتش بس و بازگشت به خانه هایشان می باشند. جنگ و خشونت های پی هم در ولایت قندوز پای صدها کودک را به اینجا کشانیده تا صدای دادخواهیشان را به طرف های درگیر برسانند. کسا که جنگ میکنه با اونا گفتنی را دارم که دیگه بس کنن، همین گامی را بس کنن، دیگه ملت ما آرام شود. دیگه چی کنن؟ دمی کل ما مسلمان هستیم که یک مسلمان میزنه دیگه مسلمان را میکشه. ای چی حالا؟ یه نمیشه دیگه آرامی بیانده مثل ها کنه ما سل ها میخواه. ای چرخو عباره شدیم ما شما خواهش میکنیم که شما در ما کمک کنیم، در ما چپلی بازم میگیم که شما در ما کمک کنیم. پدر مریض هسته میره اونجا کلتک کشی میکنه، در ما یک منان میره ما نمیجا آواره کنیم. میخواهیم از یا که سول کنن دیگه آواره نشیم از خانه ما در خاک در مرض کرونا ما چی خواهیش چی داریم که در اینجا بیاییم. حضور انبوهی بیجا شدگان در مرکز شهر قندوز کار امداد رسانی را هم سخت کرده است. آب و نان و دیگر نیازهای اولیه دغدغه بیشتری خانواده ها به خصوص این کودکان است. در حدود 500 طفلی که از 4 ساله گرفته تا 5 6 7 ساله این را ما زیر پوشش قرار دادیم که 500 طفل برشان چبلی دانه برشان بتیم که او را خریداری کردیم تحت نظر معایت کمیسونی که دایر شده بود و او را تحت نظر ما و جمن مطبوعاتی عزیز که اینجا تشریف داره می خواهیم برای طفلا توضیح بکنیم تا بتانن از امو بازی کودکانه که در روز عید با یک پای برهنهشان پت میشه با امو چبلی نو بتانن عیدشان سپری بکنن. از سوی دیگر اینجا در قندوز یک گروه هنری با راه اندازی طرح دیوارنگاری نفرت و انزجارشان را نسبت به جنگ ها نقاشی می کنند. این گروه می گویند با دیوار نگاری می خواهند چهره زشتی جنگ را به تصویر بکشند. کودکان بیجاشدگان جنگی در قندوزند با ابراز انزجار از جنگ و خشونت می خواهند با داستان آورگیشان نقطه پایان گذاشته شود. یک هفته میشه که از بندر منصف مجر شده ایجا آمده در بین خاک در بین آشغالدانی زندگی میکنیم. ایجا آمدیم که جوانان ما نقاشی صلح و جنگ دارم کشیده بودند. آرزو داریم که صلح بیاید که ما آرامی شود خانه ما. این طرح به تازگی از سوی گروه هنری رنگبر در یکی از دیوارهای شهر قندوز نقاشی شده است. طرحی که در آن پیامدهای صلح و زشتی‌های جنگ به تصویر کشیده شده. با هر شهروند مسئولیت دارد تا اینکه از طریق هنر خود، از طریق علم خود، از طریق استعداد خود جوانا باید کار بکنند تا زمینه‌های رشد شکوفایی را ما فراهم بسازیم و دنیا را متوجه بسازیم که افغانستان می‌خواهد که رشد بکنه و پیشرفت بکنه و به صلح دست پیدا بکنه. کار این گروه هنری که چهره منفی جنگ و زیبایی صلح را به تصویر می‌کشد طرف توجه شهروندان قندوز نیز قرار گرفته است. های عزیز، این بود مختصر گزارش از وضعیت امنیتی و بیجاشده های جنگی از ولایت قندوز افغانستان که تقدیم حضور شما گردید. تا گزارش بعد هر یک شما را به الله منان می سپارم. شاد و موفق باشید. بدرود. صلح بیدرنگ نیاز مبرم مردم ماست. سمدستی صلح ده افغان ولس بیرنی ارتیاده. Thank you.